آریکس بایندینگ یک کتابخونه هستش برای اندروید. چه کمکی به ما میکنه؟ ایونت های یو آی رو از دید ما تبدیلش میکنه به یه استریمی از داده ها. چجوری؟ مثلا فرض کنید یه دونه تکست ویو داریم به اسم سرچ تکست ویو. بعد آریکس تکست ویو که من کتابخونه آریکس بایندینگ جزء کتابخونه آریکس بایندینگ هستش، یه تابع داره اسم تکست چینز که یه دونه تکست ویو میگیره که در واقع این یه ابزرویبل تولید میکنه که اون ابزرویبل هر موقع تکست این تکست ویو رو تغییر کنه چیکار میکنه؟ یه دونه دیتا میفرسته روی استریمش. بعد میگیم که خب این هم مثالی بود که بر دیبانس زدم. بعد میگیم خب حالا فیلترش کن. یه کلیت اول بگم ببخشید، یه تکست حتی اینجا نوشت تکست ویو، ولی خب منطقا ادیت تکست که ما توش فیلد مقدار وارد میکنیم. فرض کنید یه ادیت تکست داریم و همون مثال سرچ روی ای پی آی میخوایم بگیم که اگه مثلا از دو کاراکتر بیشتر بود اینجا فیلتر کردیم، اگه از دو کاراکتر بیشتر بود دیبانس کن، یعنی 100 میلی‌ثانیه صرف کن، یعنی هم از دو کاراکتر بیشتر باشه هم وقتی سه کاراکتر شد یه زدیه لحظه وایستا به کاراکتر چهارمی میاد یا نه، 100 میلی‌ثانیه وایستا اگه نیومد بعد در واقع ایونت رو بفرست، بعد دیبانس میکنه استریم قبلی رو، بعد استریم قبلی رو دوباره روش فلت مپ میزنیم، یعنی این خودش یه استریم، این فیلتره این تبدیلش میکنه به یه استریم دیگه، این دیبانس تبدیلش میکنه به یه استریم دیگه، بعد میایم روش فلت مپ میزنیم. فلت مپ دوباره میاد هر کدوم از اون استرینگ ها رو میگیره و مثلا یه API رو کال میکنه. خب بعد از اینکه اپراتورات رو تعریف کردی میگه که کل این کارا برن رو اسکیجولر آی او ولی ابزرو بشه، یعنی بعد از اینکه تولید شد استریمه برگرده بیاد روی ترد مین و دیتا رو تحویل بده و در نهایت سابسکرایب میکنیم. دقت کنید که اگه سابسکرایب نکنیم صرفا داریم یه سری استریم رو تعریف میکنیم و اگه یادتون باشه گفتیم ابزرویبل ها لیزی هستن، به این معنی که تا سابسکرایب نکنی شروع نمیکنن به تولید کردن دادهشون. خب این یه مثال خوبی هستش از این که در واقع تفاوت ایمپراتیو پروگرامینگ و دیکلراتیو پروگرامینگ. خب ما اگه مثلا همچین روالی رو میخواستیم توی زبانهای ایمپراتیو بگیم چقدر داستان ها داشتیم، ولی آریکس جاوا با یه سری اپراتور از پیش تعریف شده این امکان به ما میده که به ادبیات آریکس جاوا کاری که میخواییم رو توصیف کنیم. من دارم توصیف میکنم که فیلتر یعنی چی با این تابعی که میدم به فیلتر، دارم توصیف میکنم، میگم که هر داده ای که اومد با این تابع فیلترش کنم یا دیبانس کردن رو اگه مثلا خودمون بخوایم پیاده سازی کنیم توی زبان های ایمپراتیو باید هر موقع تکست عوض میشه یه جا مثلا تایمش رو نگه داریم، بعد تکست دوباره که عوض میشه با اون تایم قبلی مقایسهش کنیم، اگه از یه مثلا مدت زمانی بیشتر بود اون کاری که دیبانس رو میخواد ما داریم در واقع پیاده سازی میکنیم. با رتروفیت اگه کار کرده باشید، رتروفیت یه کتابخونه هستش که بین برنامه‌های اندروید محبوبه و برای در واقع یه دونه رست کلاینت هست که روی اوکی HTTP نوشته شده که اوکی HTTP هم یه HTTP کلاینته. در واقع ما با رتروفیت کارهای شبکه‌مون و نتورکمون رو انجام میدیم، یه API کال میکنیم و مثلا ریزالتش رو میگیریم. رتروفیت هم با آریکس جاوا در واقع سازگاری داره و میتونید شما وقتی که داره API تو با انوتیشن های رتروفیت توصیف میکنی
به اینکه من یه observable میخوام. اول یه توضیح در مورد retrofit بدم، حالا شاید همه با retrofit کار نکرده باشن. retrofit میاد میگه که من یه API دارم اسمش داگینه، بعد اگه پست باشه اینجا می‌نویسیم پست، اگه گت باشه می‌نویسیم گت، پوت یا دلت یا هر چیزی دیگه. اینجا هم URLشو میگیم، میگیم که یه بیس URL داره که من اینجا نیاوردم، بعد این URL ریلیتیوه، میگیم حالا توی اون سرور API ما توی مسیر یوزر ساین این API ما میشینه و ورودیامون هم اینجوری میگیم با انوتیشن فیلد، میگیم که این ورودیای ما هستش. و در نهایت رتروفیت میاد از روی این دوابر توصیفی که ما با انوتیشن و توی یه اینترفیس گفتیم رست کلاینت برای ما میسازه. خب این حالا یه مروری به رتروفیت بود، ولی نکته که وجود داره این که ما تو اندروید میتونیم به رتروفیت بگیم که من یه ابزرویبل میخوام، دیگه یه داده معمولی به من نمیده. چه مزیتی داره؟ شما وقتی که یه در واقع به این شکلی observable به شما میده، میتونید روی این observable سابسکرایب کنید. سابسکرایب که کردی این نتورک ریکوست فرستاده میشه و هر موقع ریزالتش بیاد آن نیکست رو صدا میزنه و observer مطلع میشه از داده بعدی. گفتیم که توی در واقع اندروید یکی از دو تا از مهمترین سورس های داده نتورک هست و دیتابیس. دیتابیس یه سورس دیگه هست که ما خیلی توی اندروید باش سر و کار داریم. دو تا کتابخونه هستن، یکیش SQL برایته که قبل از اینکه روم بیادش، روم همونطور که احتمالاً اطلاع دارید کتابخونه خود گوگل هستش که در واقع یه ORM برای SQL لایت اندروید نوشته شده. قبل از اون SQL برایت با آریکس خودش رو کامپتیبل کرده بود و به ما این اجازه رو میداد که ریکوست هایی که روی دیتابیس میزنیم، کوئری هایی که میزنیم، ریزالتش به ما یه ابزرویبل بده. روم هم در واقع از همون ابتدا این ریاکتیو در واقع با آریکس و ریاکتیو سازگار بود و این کانونشن رو رعایت کرده و ما میتونیم هم با SQL برایت هم با روم کوئریامون رو در قالب ابزرویبل تحویل بگیریم. خب یه کانسپتی وجود داره به اسم دیسپوزبل. شما وقتی که روی یک ابزرور، روی یک ابزرویبل سابسکرایب میکنی، یعنی من میخوام، من ابزرور میخوام داده تو رو ابزرو کنم. تا کی؟ یا میتونم وایسم تا کامل، ابزرور میتونه وایس کامل ابزرویبل دیتاشو کامل بده تا آخر که آن کامپلیت صدا زده بشه، یا میتونه نه، هر موقع دیگه لازمش نداشت دیسپوز صدا بزنه، بگه من دیگه لازمت ندارم، تو دیگه نمیخواد داده های بعدی رو جنریت کنی. خب چرا برای ما اهمیت داره؟ تو اندروید یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدیم باز کردن، در واقع آزاد کردن ریسورس ها هست و اگه ما دقت نکنیم ممکنه که مموری لیک های زیادی توی اپلیکیشن ما اتفاق بیفته. ما یه تیکه از مموری رو گرفتیم یا هر ریسورس دیگه ای و خب این علاوه بر این که این مموری لیک پیش میاد، ممکنه مثلا اون ابزرویبلی که داره هی داره داده هاشو تولید میکنه، داده مثلا بعدی که تولید میکنه میاد بده به ابزرورش، ابزروره مثلا توی یه اکتیویتی بوده الان دیگه نیست و اینجا منجر میشه به حالا خطاهایی که همه ما با اون در واقع روبرو شدیم. بر همین هر موقع که مثلا یه اکتیویتی کارش تموم میشه یا هر موقع دیگه ای، هر موقعی که برنامه نویس میدونه که دیگه کاری نداره، مثلا توی آن استوپ یا آن پاز اکتیویتی، باید دیسپوز کنیم، باید همه ابزرویبل ها رو دیسپوز کنیم.
یعنی بگیم ما من دیگه اکتیویتی داره استاپ میشه، داره پاز میشه، دیگه نیاز نیست داده ها رو به من تحویل بدی. خب اگه بخوایم این کار رو به ازای هر ابزرویبلی مثلا 10 تا ابزرویبل داشته باشیم، مجبوریم که توی آن استاپمون 10 تا تابع دیسپوز صدا بزنیم. اینجاست که یه در واقع ابجکتی به اسم کامپوزیت دیسپوزبل در واقع کار ما راحت میکنه. کامپوزیت دیسپوزبل یه ابجکته که شما میتونید اد کنی، دیسپوزبل های متعددی رو توش اد کنی، یعنی یه آرایه از مثلا یا یه کالکشنی از دیسپوزبل هاست. مثلا یه ابزرویبل یک داریم روی این سابسکرایب کردیم یه جایی، سابسکرایب یه دونه چیزی که ریترن میکنه یه دونه دیسپوزبل، با تابع اد میگیم که دیسپوزبلی که این سابسکرایب میکنه رو ریز توی این کامپوزیت دیسپوزبل. بعد یه ابزرویبل دوی هم داریم، اونم همینجوری میگیم که ادش کن. اینا میتونه هر چند تایی که میخواد باشه، یعنی هر چند ابزرویبل که داری همه رو برس توی کامپوزیت دیسپوزبل. در نهایت به جایی که مجبور بشی روی تک تکشون دیسپوز، روی تک تک دیسپوزبل ها دیسپوز صدا بزنی، روی کامپوزیت دیسپوزبل ها دیسپوز صدا میزنی و همه دیسپوزبل های قبلی دیسپوز میشن و ابزرویبل هاشون دیگه داده رو به ما تحویل نمیدن. اما یه مفهوم به اسم هات ابزرویبل و کالد ابزرویبل داریم. تا اینجا ابزرویبل هایی که در موردشون صحبت کردیم کالد ابزرویبل بودن، یعنی اونا سیکونسشون رو تولید نمی کنن مگر اینکه یه نفر بهشون سابسکرایب کنه. به اینجور ابزرویبل ها میگیم کالد ابزرویبل ها، یعنی اینا منتظر میمونن به معنی که اولین نفر سابسکرایب کرد داده رو شروع میکنن به تولیدش. هات ابزرویبل ها برعکسه، میگه من کاری ندارم به این که کسی سابسکرایب کرده یا نه، به محض اینکه هات ابزرویبل ساخته شد شروع میکنه طبق اون تعریفی که خودش داره، طبق اون در واقع تایملاینی که خودش داره دادش رو تولید میکنه. کاری نداره کسی گوش میده یا کسی گوش نمیده، کسی ابزرو میکنه یا نمیکنه، شروع میکنه دادش رو تولید کردن. خب ابزرویبل ها توی آریکس جاوا کالد هستن، برای اینکه اونا رو تبدیل کنیم به هات ابزرویبل از پابلیش استفاده میکنیم. پابلیش یه ابزرویبل میگیره و یه دونه هات ابزرویبل تحویل میده که حالا از جزئیاتش میگذاریم. اما یه مفهوم دیگه هست به اسم بک پرژر. بک پرژر داستانش اینه که فرض کنید یه ابزرویبل داریم و این ابزرویبل هر موقع یه دیتا تولید کنه دیتاشو پوش میکنه برای ابزرور. حالا این حالت در نظر بگیر که ابزرور سرعت پردازشش کند بشه، یعنی یا مثلا اون ابزرویبل سرعت تولیدش تند بشه، یعنی اون داره تند تند دیتا تولید میکنه هی میده به ابزرور، ابزرور تا میاد پردازش کنه مثلا دیتای بعدی میاد. اینجوری چون مکانیزم پوش هست، اون داره هی دیتا رو پوش میکنه، ما با یه مشکل میخوریم، اون که در واقع چجوری ما بتونیم ابزرویبل رو کنترل کنیم از تولید سریع داده. بک پرژر همین مفهوم هست، یعنی ما در واقع بهتر اینجوری بگم، یعنی ابزرور یه جوری به ابزرویبل بگه که با چه سرعتی دیتا برای من تولید کن، سرعت تو من کنترل کنم. برای بک پرژر چند تا میتونیم، یعنی در واقع بک پرژر یه مشکل ماست، ما میتونیم از مثلا تابع سمپل یا دیبانس که گفتیم یا بافر استفاده کنیم. مثلا بافر میگفت که 10 تاشو نگه دار بعد مثلا این 10 تا رو بده به جایی که تون تون هی هر کدوم اومد بده، یا دیبانس میگفت که یه خورده بذار بگذره اگه داده جدید نیومد اون قبلی رو بده، اگه مثلا هی تون تون داده اومد بعد یه تایمی داده وایستاد یعنی داده جدید نیومد، دیبانس اون موقع است که داده آخر رو میاره میده به
استریم بعدی. اما علاوه بر اینکه از این اپراتورها میتونیم برای بک پرژر استفاده کنیم، خودمون هم میتونیم به صورت دستی یا به صورت کاستوم ببینیم چه موقع داده میخوایم. خب اون اینجا ابزرور این اینترفیس و سابسکرایب رو ایمپلیمنت میکنن، یعنی همشون این در واقع میتونن اینا رو داشته باشن. ما میتونیم یه سابسکرایبر کاستوم بسازیم به این شکل که سابسکرایبر توی مثلا آن نکستش، تو آن ایرورش، آن تو آن کامپلیتدش، یا حتی تو آن استارتش، یعنی همون اول که سابسکرایب میکنه، میتونه به ابزرویبله بگی که با چه سرعتی داده رو به من بده. مثلا اینجا توی آن استارت، یعنی به معنی اینکه من سابسکرایب کردم، ریکوست میکنم یک رو، یعنی یه دونه به من بده. بعد از اون داده اولی که داد آن نکست صدا زده میشه و توی آن نکست هم میگم که خب حالا یه دونه دیگه بده. در واقع با این مکانیزم داری که داری استپ بای استپ طبق اونجوری که مطلوب ابزرور هست ابزرویبل رو کنترل میکنه. خب یه سری حالا مثالای ملموستری از آریکس میشه زد. وقتی که مثلا ما بخوایم یه کاری تو بک‌گراند انجام بدیم و کانکارنسی داشته باشیم، میتونیم از آریکس استفاده کنیم. وقتی بخوایم مثلا سرچ لحظه‌ای مثل همون مثالی که دیدیم داشته باشیم، وقتی بخوایم کار نتورک انجام بدیم، میتونیم با رتروفیت به صورت ریاکتیو انجامش بدیم. وقتی بخوایم یه فرم رو ولیدیت کنیم، این ولیدیشن هر مثلا فرم هر چند تا فیلد داره، هر فیلدی میتونه ولیدیشنش خودش یه ابزرویبل باشه، یه استریم باشه، و مثلا بخوایم اینا رو با هم ترکیب کنیم، میایم از آریکس استفاده میکنیم. وقتی بخوایم کش کنیم، بازم یه سری مکانیزم‌های کشینگی آریکس جاوا به ما میده و خیلی موارد دیگه که وقتی واردش میشی متوجه میشی که چقدر پرکاربرد هست آریکس جاوا. خب ما در واقع به اسینکرونوس پروگرامینگ نیاز داریم و اسینکرونوس پروگرامینگ سلوشن‌های متعددی داره، اما ما به ریاکتیوش بعضی وقتا نیاز داریم، یعنی میخوایم درگیر کالبک و اینجور داستانا نشیم و بگیم داده هر موقع که اومد پوش بشه به سمت ابزرور. و این اسینکرونوس پروگرامینگ وقتی قرار پارالل بشه خیلی دردسرساز میشه. شما تصور کنید که میخواین چند تا کار اسینک انجام بدید، بعد حالا ریزالت اینا رو با هم ترکیب کنید، برای همین هم به پارالل بودن نیاز دارید و هم به کامپوزبل بودن، یعنی این در واقع استریم های پارالل ما اینا بتونن یه جوری با هم کامپوز بشن. و همین که نیاز داریم که این فرایندهای پیچیده خیلی ساده تر انجام بشه و خیلی ریدبل انجام بشه و در نهایت کدی که ما ببینیم یه کد شلوغ و کثیف نباشه. آریکس کمک میکنه که خیلی مختصر و مفید دیکلراتیو کاری که میخوای توصیف کنی و انجام میده برات و نتیجهش میشه که یه کد ریدبل هم داری. همه اینا رو آریکس جواب ما میده. خب من ریسورس هایی که توی این ارائه استفاده کردم، یکی خود سایت reactivex بود .io، یکیش کتاب Reactive Programming with RxJava بود، و حالا یه سری ویدیوها مال سایت ریلم، آکادمی سایت ریلم، و چند تا بلاگ پست دیگه که اینجا میبینید. خیلی ممنونم که توجه کردید. اگه سوالی دارید من در خدمتتون هستم. آریکس جاوا کلن مثلا در نگاه اول ناملموسه، یعنی تا شما واردش نشید و درگیرش نشید
لمسش نمی کنید که چه قدرتی داره و چه امکاناتی میتونه به شما بده. من دوست داشتم که مثلا یه مثالی بنویسم که حالا در عمل بیشتر باش درگیر بشیم، منتها نرسیدم واقعیتش و اینجوری هم یه خورد انتزاعی شد و مفهومی فقط حرف زدیم، عملی حرف نزدیم. حالا ممکنه یه مقداری خسته کننده بوده باشه، میدونم و عذرخواهی میکنم، ولی قدرت آریکس جاوا رو دست کم نگیرید، خیلی جاها میتونه به کمکتون بیاد و حتما در حد یه چشیدن، یه مزه کردنی سراغش برید. اگه کسی سوالی داره من در خدمتتون هستم. کسی از دوستان سوال نداره؟ کسی از دوستان نیروی کار نمیخواد برای کارمند شرکتی؟ یه دونه یو آی کار اگه کسی، حالا من اونجا بیشتر کنم من رای دیولوپر هم، ولی اگه کسی یو آی کار میشسته با آقای تهانیان مراجعه کنه برای کار. در صورتی که بچه ها با گیم هم آشنا هستن، گیم دیولوپر هم میخوان اگه هست کسی تو اینجا هم مراجعه کن. سوالی داشتم، حالا دوستان نشستم ارائه تا چه حد قابل استفاده بود از دوستان، واسه اینکه فکر میکنم خیلی مبتدی بود، حالا میتونم دستشون بالا ببرم. اگه کسی فکر میکنه خیلی پیشرفت بود متوجه نشد، اگه بگم ممنون میشیم. یه مشکلی که الان هست توی ارائه اینه که گاهی ارائه خیلی سطحش بالا و هم خیلی پایینه. بحث عالی بودن، این هم چیزی که ایشون گفتن، کسی که خود آرکس رو تو مثاله لمس نکردن شاید مثلا متوجه این احساس هایی که ایشون تعریف کردن نباشه، این مثال زدن واقعا بودن. من آرکس رو واقعا قول میدم استفادهش بیشتر از ترکیب رنگ و ترکیب شکل اشیا باشه، واقعا کاربرد زیاد داره. نمیدونم کسی از دوستان به نظرش میرسه کاری با آریکس باشه که خودش الان نتونه انجام بده بدون آریکس. من در واقع هر کاری با خود معمولی هم قابل انجام هستش، همین دیوانسی که گفتم واسه سر، همین کالبرها کلان. آریکس کاری که میکنه خودو زیباتر میکنه، خواناتر میکنه، هرچند دیبایش رو یکم سختتر میکنه. دیبایش هم نه دیبای آریکس شاید یکم سخت باشه اولشون میکنه ولی بعدا آسونتر میشه، ولی در کل خانوی و نوشتن خود رو خیلی بهتر میکنه. شاید یه جایی هست مثلا دو تا ریکوست رو صدا میزنید، مثلا منتظری توی صفحه اسفلش چند تا ریکوست صدا میزنید، منتظری ریکوست انجام شد برید داخل. آریکس اینجا مثلا با پنج خط کد میتونه واسه تون هر پنج تا ریکوست رو صدا بزنه و انجام بده، خیلی راحت با صدا زدن زیپ این کار رو انجام بده. یا توی همین مبحث دیوانس خیلی راحتی میتونید خودتون هم پیاده سازی کنید، با هندلر مثلا تایمر بذارید واسه کوئری زدن به سرور. ولی واقعیت اینه که خود آریکس همین کار با دو خط خود انجام میده واسه تون، اینه که از این نظر خود خیلی بهتر میکنه کار. ولی خب یه پیچیدگی هایی هم حالا اضافه میکنه به کار. اینه که حالا از سمت خودم یکم دور شد که مفهومی صحبت میکردیم، واقعیت همون مفهوم آریکس سخت. آن نمیدونم کسی از دوستان فانکشنال ریاکتیو کار کرده تو اونجا؟ افار خیلی از سمت ویبو و سمت کلمیت ها بیشتر مطره، ولی این یه مبحث خیلی پیچیده است، خیلی بزرگه که آریکس بخش خیلی کوچیکشه. شاید اصلا یادگیریش هم از نظر خود خیلی طول نکشه، یه سری سینتکس ساده داره واقعیت هم میخونید و سریع یاد میگیرید، ولی مفهومش جا بیفته یه کاری از شاید خودتون مثلا واسش فانکشن مینویسید ولی سه ماه بعد شیش ماه بعد میبینید که یه اپراتور هست همون کار راحت تر انجام میده. این مسئله داره بیشتر سختش میکنه. از اگه سوالی بود آقای تباشیر هستم جواب دستتون درمه کنید. توی معماری ها بیشتر از همه توی ویو مدل، معماری مدل ویو مدل معمولا میان از
آریکس جاوا استفاده میکنن، ولی خب کلن میشه هر جایی استفاده کرد، یعنی توی هر معماری میشه استفاده کرد، توی اونایی که کلین آرکیتکچر میزنن هم میان مثلا بین لایه های مختلف با آریکس چیز میکنن، لایه ها رو به هم وصل میکنن، چون این مکانیزم پوشینگ یه مقداری باعث میشه کد کمتر به هم وابسته باشه، وابستگی رو کمتر میکنه و اون دیکاپلینگی که توی معماری ها مطلوب هست رو تا یه حدودی به ما میده. اصلا امایه سه جلسه قبل اگرشان نکنم در باره فلاکس بود که با خود آریس کار میکرد، اون موقع یه مقدمه رو آریس گفتم، ولی میتونید از سالان امایه فلاکس یا استرون که خود فیسبوک استفاده میکنه بر پایه کدام آریس هستش. آریس یه پیاده سازی هستون دیزان کردنیم آره تقریبا آره دیزاین پترن ابزروبل همیشه ایمپراتیو پیاده سازیش کرد، همیشه دیکلراتیو. در واقع آریکس جاوا یا کلا ریاکتیو اکستنشن ها آریکس ها کلا یه پیاده سازی دیکلراتیو از دیزاین پترن ابزروبل ابزرور. من دوست داشتم داشته باشید خود آریکس رو بخونید. من کاری نکردم، کار عجیب غریبی نکردم. خودتون هم میتونید ابزروبل بسازید. مثلا خود آریس ادابتور خود رتروفیتال نگاه بندازید خیلی ساده هستش، ایده خوبی بتونید که چطوری میتونید ابزرورور بسازید. یاد این کتابونه هم که گفتن اسپیل بیوتر روم خود آریس ادابتور رتروفیت خود آریکس باندین اینا همه اومدن به خود آریکس سری کلاس تعریف کردن، اومدن کاری به خودتون انجام دادید و واسهش ابزرویبل ساختم. من کار خیلی عجیبی نکردم که فکر کنم کلا از اول پیاده سازی شده خیلی چیزا. یه اینترفیس رو همون چیزایی که قبلا استفاده می‌کردم. با اسکیجولرها هر کدوم رو میتونیم بفرستیم روی یه ترد جداگونه و از این لحاظ هندل میشه برای ما. چه مشکلی مثلا؟ خب این دیگه اسکیجولر تهش ترد دیگه، یعنی خود اسکیجولر اون پشت داره ترد میسازه، ترد پول میسازه، از اینجور کارا میکنه. محدودیتش به محدودیت تردهای سیستم و کامپیوتر شما بستگی داره یا دیوایس شما بستگی داره، ولی معمولا مثلا میان ترد پول استفاده میکنن، مثلا همینجوری ترد نمیسازن، ترد پول استفاده میکنن، از این تردها استفاده بهینه میکنه اسکیجولر را. و مثلا خیلی از مفاهیمی که توی چیز وجود داره، توی کانکارنسی پروگرامینگ وجود داره رو آریکس اومده برای ما ساده کرده. شما مثلا وقتی کانکارنت کد میزنی باید چه میدونم ریس کاندیشن رو از این دردسرهای کانکارنسی رو خودت هندل کنی و آریکس میاد اینا رو مثلا با اپراتوراش برای شما هندل میکنه، با اسکیجولراش میاد هندل میکنه. این بود که همه دوستان تشریف رو بودن، این دارم جلسه های اینجا هم که حسن نباشید.